کوچ ایرانیان، با درود فراوان، همچنان در قرنطینه و تاریخ شفاهی این دوران پرتلاطم را به ثبت می‌رسانیم. اول از همه باید اشاره کنم به اوج جنایت افسار گسیخته حکومت اسلامی در آبان ماه گذشته که قیمت بنزین را 3 برابر کردند و ملت به بند کشیده کشورمان را که به اعتراض می‌پرداختند بی‌رحمانه به خاک و خون کشیدند و بیش از 1500 تن از معترضین را به ضرب گلوله کشتند. بیش از 10,000 تن از معترضین را دستگیر و به زندان‌های خودشان انداختند بدون اینکه به ملتی یا کسی یا خانواده‌ای پاسخگو باشند. و حال با کمال وقاحت عده‌ای را هم به اعدام محکوم می‌کنند، مانند این 3 جوان هموطن ما. در این روزها من همچون شما به معترضین میلیونی پیوستم و نه به اعدام گفتم، ولی واقعیت هم این است که بدون مبالغه امروز احساس میکنم که ما با حکومتی خوناشام طرفیم و دقیقاً حکومت ضحاک خوناشام را در مقابل خود داریم، حکومتی که شخص آیت الله خمینی برای ما بیادگار گذاشت. به همین دلیل است که با تجربه 42 سال از این رژیم فاجعه بار ما شاهد به پاخواستن ملت ایران شدیم و عجیب است که به وضوح میبینیم خود حکام امروزی هم نمیدانن که در کجای این واقعه شوم ایستادن، نمیدانن که عمرشان به سر آمده و این کشتار و زندانهای گسترده هرگز با خواست ملت به پاخواسته ایران در 42 سال قبل همخوانی نداشته و ندارد. به همین دلیل 40 سال است که ملت ما معترض است و ما در خارج از کشور و ملت داخل وطن این حکام به تخت نشسته را ایرانی و همخون خود نمیدانیم. اتفاقا در دیداری که با فعالین اپوزیسیون خارج از کشور داشتم، اکثر آنها عمر رژیم اسلامی را پایان یافته میبینند و به صراحت تاکید بر این دارند که گذار از این حکومت جهنمی مدتی است که آغاز شده و دگرگونی های کنونی هم در همین رابطه با همین امر است. امروز گفتگو من با آقای حسین شریعت‌مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار، شما را بیشتر به این واقعیت نزدیک می‌کند. چون جدا از اعتراضات گسترده کارگران و سناریو اعدام این 3 جوان هموطن معترض، مسئله همکاری 25 ساله آینده حکومت اسلامی با چین کمونیست هم همه و همه نمودار تلاش‌های مذبوحانه رژیم کنونی تهران است که بتواند چند روزی به عمر خودش بیفزاید. در همین رابطه شورای مدیریت گذار نیز اعلامیه اعتراض آمیزی به رئیس جمهور خلق چین نوشته است. اتفاقا یادم میاد، فکر میکنم در جلد 3 خاطرات علم وزیر دربار است که از نامی اعتراض آمیز واشنگتن به شاه و دربار اطلاع میداد که مبنی بر اعتراض و شکایت روحانیت ایران از رفتار شاه در سال 1973 است که در آن نامه کاخ سفید از شاه می‌خواهد تا با روحانیت ایران بیشتر مدارا کند و به آنها آزادی بدهد. جالب است که محمد رضا شاه همان موقع به علم می‌گوید واشنگتن فکر می‌کند که می‌تواند روی روحانیت ایران حساب کند. واشنگتن نمی‌داند که اگر روزی روحانیت ایران به سر کار بیایند، همان روز اول به سوی کمونیست‌ها و شوروی خواهند رفت. در اینکه محمد رضا شاه انسان باهوشی بود شکی ندارم، ولی این دیدگاه و پیشبینی او 6 سال قبل از انقلاب به نظرم تاریخی است. 6 سال قبل از انقلاب، چرا بیشتر از این جدی نگرفتند؟ بگذارید به شهر هامبورگ آلمان برویم و گفتگوی داشته باشیم با مهندس حسن شریعت‌مداری، فرزند آیت الله شریعت‌مداری که بیش از 40 سال است در این شهر فعال سیاسی است.
آقای مهندس شریعت، من خیلی خوشحالم که یک بار دیگه پس از 33 سال اینجا در هامبورگ خدمتتون میرسم. من هم بسیار خوشحالم از اینکه دوست قدیمیم آقای لیمونادی رو که بعد از 33 سال اینجا میبینم، هرچند که در آمریکا چند بار در از این مدت. نظر لطفتون، خواهش میکنم. ما هم همیشه از دیدار شما بهره مند میشیم، از آگاهی هایی که شما به جامعه ایرانی میدید. آقای شریعت مهندس، درست 33 سال گذشته، من بار اولی که خدمتتون رسیدم در اینجا، شما فعالیت هایی که آغاز کرده بودید هنوز بیشتر در ارتباط با داخل ایران و یادم از حتی حزب خلق مسلمان. شروع فعالیت خلق مسلمان در دوران حیات پدر شما بود. بله، خلق مسلمان به فاصله 2 ماه بعد از اعلام حزب جمهوری اسلامی تأسیس شد و دلیل عمده تأسیسش این بود که آقای بهشتی و آقای موسوی اردبیلی و مؤسسین عمده گفته بودند که ما یک حزب سراسری بزرگ می‌خواهیم که همه جمعیت ها رو در بر بگیره و با انضباطی آهنین مملکت رو اداره کنه. این ما رو به یاد احزاب سراسری و یک پارچه کمونیستی ایدئولوژیک مینداخت و بلافاصله عده‌ای دور هم جمع شدیم و گفتیم تنها بدیل این یک حزب اسلامی غیر ایدئولوژیک و لیبرال هست که یک مرجع تقلید دیگری حمایتش کنه، مانند آیت الله شهید مداری مرحوم پدر من، و این حریف اون حزب بشه، نگذاره تک حزبی چیز بشه. اون حزب موفق شد که همه جمعیت های سنتی رو به استثنای نهضت آزادی در خودش جذب کنه. چه سالی بودیم ببخشید؟ حدودا سال 1357 و 58، اواخر 57 ابتدای 58 شروع شد حزب جمهوری اسلامی و 2 ماه بعدش مثلا حدود اردیبهشت هم حزب خلق مسلمان تأسیس شد و با تأسیس این ضربه مهمی به حزب جمهوری اسلامی خورد، برای اینکه بیش از 5-6 میلیون عضو حزب خلق مسلمان شدند. ما با ولایت فقیه مخالفت کردیم، آذربایجان یک پارچه برخاست بر علیه ولایت فقیه، تظاهرات چند میلیونی بر علیه آقای خمینی و ولایت فقیه شد و کار حزب جمهوری اسلامی اونطور که اونا اراده داشتن نگرفت، به طوری که بالاخره آخرش هم حزب جمهوری اسلامی اون حزب یک پارچه‌ای که مملکت رو بتونه اداره کنه نشد و ایران حداقل در تأسی به نظام‌های کمونیستی نتونست احزاب اونها رو تقلید کنه. بله، یعنی جمهوری اسلامی منظورم، نه ایران. نه، شاهدش بودیم. ولی خب پس از اون شما اینجا فعالیتتون رو یه قدری گسترده کردید. وقتی که من مجبور شدم خارج بیام در سال 1980، اینجا بلافاصله با دوستانی که بودن تماس گرفتیم، آقای نزی، آقای خاشت جوادی، آقای لاهیجی و همه اونایی که از داخل میشناختیم و به تدریج آمده بودن. و سال 82 با هم یک اعلامیه دادیم که به اعلامیه 16 آذر موصوف شد. بعد جمهوری خواهان ملی ایران رو یک سال بعد تأسیس کردیم. بعضی از این دوستان بعد از تأسیس جمهوری خواهان ملی دیگه نیامدن، جزو اون بیانیه 16 آذر امضا کنندگانش موندن، ولی حزب جمهوری خواهان ملی ایران موقعی تأسیس شد که ما 2 بدیل قدرتمند داشتیم و امکاناتی که هم یکی مجاهدین بودن که اینجا آمده بودن، یکی مرحوم بختیار بود و نهضت مقاومت ملی، ولی چون عده‌ای از کادرهای حرفه‌ای قدیمی در ما بودند و افراد بسیار کارآمدی مثل دکتر پیشداد، کاتوزیان، آقای دکتر مهران براتی و خیلی از دوستان دیگه، بیژن حکمت و بقیه، ما با بودجه بسیار محدود در مقابل بودجه مالی بسیار بزرگی که این 2 تشکیلات داشتن، توانستیم که جای پای خودمون رو در حرکت‌های سیاسی اینجا بگذاریم و عده زیادی از کوشندگان سیاسی ملی، چپ و حتی مذهبی رو که مخالف جمهوری اسلامی بودن جذب کنیم
و جمهوری خواهان ملی یک تشکیلات معتبری شد و اثر خودش تو سیاست گذاشت. خاطر هست مثل که نشریه هم داشتید اگه اشتباه نکنه. بله ما نشریه جمهوری خواهان ملی رو داشتیم که قریب 4 سال که منظم در اومد، بعدن تبدیل به روزنامه شد اون نشریه، یعنی ماهنامه در حقیقت، و با قطع بزرگ چاپ می شد و این ماهنامه تا حدود سال 88-89 ادامه. به هر حال طی این 40 اندی سالی که از وجود جمهوری اسلامی در کشور ما میگذره، فعالیت های خارج از کشور اصولا همیشه محدود بوده. همونطور که میفرمایید بیش از 10 سال خیلی از فعالیت ها گسترش پیدا نکردن، ولی شما در هامبورگ همیشه با یک قشر گسترده از ایرانیان ملیگرا و مخصوصا بعضی از ملی مذهبی ها همکاری داشتید که جدا از فعالیت های آمریکا و کشورهای دیگه بود مثل فرانسه. بله خب هامبورگ وضعیت ویژه‌ای داشت، عده زیادی از ایران می اومدن و می رفتن. خب ما یک پایگاه به خصوصی تو ایران همیشه داشتیم از قدیم و اومدن اینا باعث می شد که این ارتباط حفظ بشه و بنابراین با خبر از تحولات درونی ایران میموندم و این باعث میشد که در حقیقت خیلی این نبودن در ایران باعث جدا شدن از کارهایی که در ایران به پیش میومد نباشه. این خودش یک عامل وصلی بود که انسان رو تشویق میکرد که فعالیت ها رو گسترش بدیم. خب در جمهوری خواهان ملی ما اولین گروه سیاسی بودیم که ایده انتخابات آزاد رو آوردیم. ایده انتخابات آزاد به قدری گسترش پیدا کرد و به ایران رفت که بعدها آقای خاتمی و دیگران کپیه از اون رو برداشتن. بعد از اینکه در دوره ریاست جمهوری اول آقای رفسنجانی این انقلابیون اول رو همه رو کنار گذاشتن و عده دیگر را آوردن، اینا به تدریج اصلاح طلب شدن، احتیاج به یک ایده داشتن، این ایده را از ما کپیه کردن بدون اینکه اسمی از ما بیارن، اون رو به صورت بسیار ناقصی تحت نظارت استصوابی اجرا کردن که نتیجهش این بود که در صورتی ما هدفمون از اجرای انتخابات آزاد این بود که در یک نظام ایدئولوژیک مردم بتوانند این تضییقات رو دور بزنن و نمایندگان خودشون رو انتخاب کنن. اصلاح طلب ها این رو به قدری خراب کردن که کمک کردن به اینکه در این نظام ایدئولوژیک نمایندگان تقلبی همون نظام انتخاب بشه و در حقیقت ما نفوذ کردیم، مقداری هم تغییرات ایجاد کردیم، ولی خب متاسفانه اونها این اثر رو از بین بردن. یعنی این ایده ای که میگفت که خارج در داخل هیچ تأثیر نداره، خب به تدریج کامپیوتر پیدا شده بود، به تدریج رفت آمدا بعد از جنگ زیاد شده بود، وضع اقتصادی مملکت یه مقداری خوب شده بود در دوره رفسنجانی، رفت آمدا چون فراوان شده بود، این اثرها طبعا منتقل می شد و اصلاح طلبان هم که احتیاج به یک ایده غیر از ایده های تولید شده در گروه های اسلامی خودشون داشتن، این رو از فضا قاپیدن، ولی تبدیل به چیزی کردن که مطابق با نیت من. خب متاسفانه رژیم حاکم هم همین خصوصیاتی داره. اصلا اگر نگاه بکنید به ذات جمهوری، اون چیزی که در ایران هست به جمهوریت ربطی نداره. توجه کردین تمام وقت این خصوصیات رو دارن دیگه متاسفانه. بله سلطنت فقیه اسمشو جمهوری گذاشته. دقیقا سلطنت فقیه و حالا ممکنه وراثتی هم بشه. بله اونم احتمالش هست. احتمال البته اگه بمونه. اگر بمونه. بله من با شما هم عقیدم در این مورد. چون واقعا طی این 40 اندی سال متوجه شدیم که همه چیز سرازیری رفته و رژیم مخصوصا در ماهای اخیر در تنگنای عجیبی گیر کرده. فعالیت های دیگه شما یادم در ارتباط با اتحاد جمهوری خواهانم بود. بله من از مؤسسین اتحاد جمهوری خواهانم بودم و در اون جلسه اول در برلین در سال 2003 ما در دانشگاه آزاد برلین اتحاد جمهوری خواهان رو اعلام کردیم. بیش از 900 نفر از فعالین از سراسر دنیا آمده بودن، بیش از 250 تا استاد دانشگاه در بین این 900 نفر بود و بسیار تشکیلات
خوبی بود یکی دو سال اول، بعد به تدریج گروهی که تحت تأثیر اصلاح طلبات چنان قرار گرفته بودند که فکر میکردن که این بند نافشون باید از اونا قطع نشه، در حقیقت چون به یک سازمان سیاسی که اسمشو نمیبرن وصل بودن، رأی بلوکی ایجاد میکردن و جلوی هر تحولی رو پیش میگرفتن، جلوشو میگرفتن. سال 2006 بنده و آقای بیژن حکمت و امیر حسین گنجبخش و مرحوم دکتر مشایخی و آقای علوی و چند تن دیگه جدا شدیم و برای اینکه مثلا یک اعلامیه که میخواستیم بیرون بدیم سر اینکه مبادا از خط اصلاح طلبا تخطی کنه، دو ماه سه ماه این دوستان جلوشو میگرفتن و بعد یه چیز بیخاصیتی در میومد، چون اینجا و اونجاشو میزدن که معنی همه چیز داشت جز اینکه درش یک محتوای سیاسی معین باشه. عم تلف کردن بود اینه که در آمدیم و یک چند سالی هم تشکیلاتی داشتیم که در حقیقت یک روایت دیگری از اتحاد جمهوری خواهان بود با گرایش مخالفت با اصلاح طلبان. و بعد از در اینجا یا در پاریس؟ نه خیلی، در همه جا بود، در همه کشورها عضو داشتیم. در پاریس میدونم یه جنبه دیگه داره. نه خیلی، در همه کشورها بود. ولی بعد از مدتی من تصمیم گرفتم که دیگه سنم به جایی رسیده که فعالیت تشکیلاتی نداشته باشم و فعالیت خودم رو بکنم و اینکه دستم بازتر باشه. و وقتی که از گروه های سیاسی جدا شدم، خب فعالیتم خیلی بیشتر شد، برای اینکه دیگه اون اطلاعیه رو که یک ماه بعد ثبت میکردی تا دوستان موافقت کنن، بعدش میتونستم شخصا بنویسم. و این فرمایش شما رو من با چند تن دیگه هم که صحبت کرده بودم بهش اشاره داشتن، اون گروه خاصی رو که اسم نبردید متاسفانه هنوز هم همین راه و روش رو پیش گرفته، دل بستن به داخل کشور مخصوصا اصلاح طلبان. اون هم الان پس از 40 سال میبینیم که موقعیت بسیار ضعیفی پیدا کرده، با پرونده‌ای که اصلاح طلبان داخل کشور دارن موقعیت آنچنانی در داخل ندارن، درسته؟ بله، اصلاح طلبا به تدریج اون چهره اصلی رو نشان دادن و نشان دادن که برایشون باقی ماندن این نظام خیلی مهمتر از دموکراسی و به استمرار طلب معروف شدن. درسته. به نظر من اسم بسیار مناسبی استمرار طلب برای اینا، برای اینکه در تحلیل نهایی هر جایی که تضادی بین آزادی خواهی اینا و بقای نظام باشه، بقای نظام به طور واضحی میچربه و اینا زیر چتر آقای خامنه‌ای رفتن، توصیه کردن چند قاتل رو به مجلس خبرگان مردم انتخاب کنن و به قدری شورش رو در آوردن که بر هیچ کسی دیگه تردیدی نموند که اینا به درد هیچ آتیه سیاسی در ایران نمیخورن. بنابراین پایگاه خودشون رو کاملا از دست دادن و گفتمانشون هم گفتمان بیرونق مرده‌ای شده، برای اینکه تبدیل شده بود به انتخاب بد و بدتر و استفاده از استیصال مردم و اونها رو ترسوندن از سوریه شدن ایران و آمدن رئیسی سرکار و از اینجور افسانه ها. هنوز هم همین راه رو ادامه میدن، همین راه رو میخوان ادامه بدن. ولی به نظر من دیگه مردم یواش یواش این تشتی رو که از بام افتاده و کوس رسوایی اینا رو فهمیدن و دیگه فکر نمی کنم که دنبال اینا. بله، پس از اینکه شما اتحاد جمهوری خواهان رو یه مقداری ازش فاصله گرفتید، فعالیت شخصیتون رو من میبینم که طی 20 سال گذشته خیلی گسترده شده. ممکنه در این مورد قدیش بفهمید؟ ببینید، حدود یک سال پیش من با دوستانی در برلین نشسته بودیم و فکر میکردیم چیکار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدیم که فروپاشی نظام شروع شد و این فروپاشی مقدره، یعنی راهی برای گریز ازش نیست. اگر یک آلترناتیوی درست نشه، خطر اینکه فروپاشی نظام به فروپاشی اجتماعی و در نتیجه اضمحلال تمدنی ایران منجر بشه بسیار زیاد. بنابراین تصمیم گرفتیم که دیگه سطح فعالیت رو از فعالیت حزب اپوزیسیون بودن و افشاگری و روشنگری بر بکشانیم به اینکه اعلام یک آلترناتیو ملی بکنیم که با داخل در ارتباط باشه و با فعالین داخل هم
دائما مراوده داشته باش. از اون موقع جلساتی گذاشتیم با داخل با خارج با همدیگه و اسمش رو گذاشتیم شورای مدیریت گذار. شورا بود به این دلیل که افراد با حقوق مساوی در اون شرکت میکردن و با عقل و خرد جمعی کار میکردن. مدیریت بود برای اینکه ادعای رهبری و از این حرفا نداشت، فقط میخواست دوران گذار رو بهینه بکنه، هزینه هاشو کم کنه، تأثیرش رو زیاد بکنه و مختص دوران گذار بود به این نشانه که بعد از اینکه این نظام رفت و دولت موقت اومد اینا رسالتشون تموم شده و دولت موقت رو یک کنگره ملی تشکیل خواهد داد که ما در حقیقت تشکیل اون کنگره ملی کمک خواهیم کرد. که برنامه شماست الان. که برنامه ماست. خوشبختانه با عده زیادی در ایران در ارتباطیم، از فعالینی که واقعا بسیار شهامت دارن برای اینکه آزن اسم خودشون رو علنی بگن و در ما شرکت کنن و علنن میگن که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، جمهوری اسلامی با تمام تعلقاتش باید بره و به جاش یک حکومت سکولار بیاد. فعلا ما میگوییم که همکاری بین مشروط طلبان و جمهوری خواهان و فدرالیست ها ممکنه در این فاز، برای اینکه فعلا جای رقابت این حرفا نیست. مهم این است که اینا به تمامیت ارضی ایران قائل باشن، یک به این قائل باشن که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، قبول داشته باشن که یک حکومت سکولار با جدایی نهاد دین از نهاد حکومت باید سر کار بیاد، حقوق بشر کنوانسیون های وابسته به اون رو کاملا قبول داشته باشن، در یک حرکت ضد تبعیضی که تبعیض را از زنان اتنیک ایران، گروه های مزدبگیر ایران و دینباوران دیگر که به ادیان دیگری معتقدند و غیر دینباوران در حقیقت رفع کنه و هر شهروند حقوق مساوی داشته باشه. اگر این شرایط رو پذیرفت جزو ماست و میتونه با ما همکاری بکنه. کسانی که در داخل ما میان باید در کارگروه هایی که بعضی هاشون جنبه صف دارن، یعنی مبارزات مدنی میکنن و با داخل مربوطن، کار کنن. بعضی ها جنبه تخصصی دارن، مثلا کارگروه عدالت دوران گذار که این مسئله مهم رو بررسی میکنه که جمهوری اسلامی وقتی رفت اعدام هم نباشه و مردم چگونه باید با این مجرمین رفتار بکنن. تجربیات بین المللی فراوانی است که جمع میکنن به مردم عرضه کنن، فرهنگ سازی بکنن که دادگاه ها باید حکم بدن و از صورت مجرمین باید کسانی مجرمن که دادستان یک دادنامه مدللی بر علیه اونا ارائه بکنه یا شخص به خصوصی شکایت کرده باشه متهم میشن و بعد از اینکه اتهامشون ثابت شد بر طبق قوانینی که مبتنی بر حقوق بشر باید باشه باید محاکمه بشن و از این قبیل چیزا. یک چنین کارگروه های تخصصی هم داریم، کارگروه محیط زیست داریم که چاره‌اندیشی میکنه تو ایران باید چگونه محیط زیست حفظ بشه و از این قبیل حقوق مثلا چون در مثلا کارگروه قانون اساسی داریم که قانون اساسی از این قبیل. بله، چون از نظر حقوقی و قضایی که میدونید فاجعه است وضع امروز ایران و اگر دگرگونی بزرگی پیش بیاد با این قضاتی که اینا اصولا طلبی بودن و به این مقام رسوندن نمیدونم چگونه شما باید برخورد بکنید. یعنی خب قضایی نخواهد بود که بتونه کاری بکنه برای شما. نخیر، ببینید اغلب این قضات خودشون در مکان متهم خواهند نشست برای اینکه اغلبشون رأی های به ناحقی حتی بر اساس قوانین خودشون دادن. اغلب این قضات در حقیقت ادامه بازجوهای وزارت اطلاعات هن یا آلت دست اونان، اینا قاضی نیستن اغلبشون. البته قضات پاکدامنی هم هستن، اونا بعد از طی یک دوره آموزشی میتونن کمک بکنن ولی عمده قضات فاسدی هن که خودشون در صندلی اتهام خواهند نشست. البته اصل بر این است که مردم در مثلا مدل آفریقای جنوبی بخشیدن و فراموش نکردن، مدل های دیگری هست که دادگاه ها حکم دادن
و حکم دادگاه ها اجرا شده و اصلا ما مخالف اعدام هستیم در این جمع، ولی بقیه به انتخاب مردمه که آیا دادگاه ها باید عدالت رو اجرا کنن یا صلح اجتماعی رو. برای اینکه فلسفه عدالت دوران گذار اینه که به مردم میگه بین صلح اجتماعی و عدالت کامل باید یکی رو انتخاب کنید. برای اینکه اگر بخواید عدالت رو کامل اجرا کنید، همه اینهایی رو که در عرض 40 سال دستشون آلوده است انقدر عده زیاده که شما توان رسیدگی نخواهید داشت و اونها بر علیه شما متحد میشن و صلح اجتماعی رو به خطر میندازن. بنابراین فلسفه عدالت دوران گذار اینه که بین صلح اجتماعی و اجرای کامل عدالت مردم باید یکی رو انتخاب کنن و اغلب صلح اجتماعی رو انتخاب کنن. شما برحال الان تمرکز دارید روی دوران گذار. ما تمرکزمون در بهینه سازی دوران گذاره. دوران گذار شروع شده با فروپاشی جمهوری اسلامی که اکنون کاملا واضح هست و علائمش دیده میشه شروع شده. ما میخواییم بهینه بشه. مثلا ما میخواییم که اصناف، کارگران، دانشجویان، معلمان، بقیه این اعتصابات جزیره‌ای، این اعتراضات جزیره‌ای رو هماهنگ کنن، سراسری بکنن، نفسگیر بکنن، نظام رو وادار به تمکین بکنن و اینها جایی میخواد که اینا با هم هماهنگ بشه. کار ما اینه که با اینا تماس بگیریم، اعتماد سازی بکنیم، جذب همدیگه بکنیم، همدیگه رو باور کنن و این رهبران کوچک میدانی که هزاران در ایران وجود دارن همدیگه رو باور کنن، به هم بپیوندن، قدرت بزرگی میشن که جمهوری اسلامی در مقابلشون نمیتونه. قانون اساسی هم مقداری کار کردی درسته؟ گروه های تخصصی ما همشون کار کردن، یعنی گروه اقتصاد ما کار کرده نسبت به اقتصاد آینده ایران، عدالت گروه قانون اساسی کار کرده، گروه مربوط به عدالت دوران گذار کار کرده، گروه مربوط به رسانه کارهای بسیار موثری کرده که ما بعد از اعلان علنی یک حضور رسانه‌ای پررنگ داشته باشیم. همه این گروه ها هر کدوم در نوع گروه مبارزه مدنی کارهای بسیار خوبی کرده، با عده زیادی تو ایران تماس گرفته از این رهبران میدانی کوچک و تونسته اعتماد اونها رو جذب کنه، با عده از فعالین سیاسی تو ایران مربوط شده، اونها حاضر شدن که علنی با ما همکاری بکنن و هیچ نمیترسن از این وضعیت و این بی سابقه است در تاریخ کشور. بی سابقه است دقیقاً، اخیراً به این نتیجه رسیدید شما که بله واقعاً بی سابقه است که عده‌ای تو ایران باشن 14 نفر یک اطلاعیه بدن و بگن که خامنه‌ای باید استعفا بده، سپاه باید بره پیکارش و این نظام کلن باید منحل بشه و نترسن. شجاعت خاصی میخواد. البته اینا مستقلن، به ما وابسته نیستن، ولی ارتباطات تنگاتنگی با همه این عزیزان هست و سعی میکنیم اینها رو حضور رسانه‌ای بهشون بدیم، با دوستانی که در رسانه های مختلف داریم، دنیا اینا رو بشناسه. وقتی حضور رسانه‌ای دارن، بقیه معلمان، بقیه کنشگران هم تشویق میشن که بیان تا بتونن در رسانه ها حضور پیدا بکنن و این به شدت کار رو گسترش میده و تأثیر میگذاره. بله. از داخل کشور دی با شما در ارتباط هستن؟ بله بله. آیا در خارج از کشور هم گروه های مختلف خودشون رو نزدیک کردن به شما؟ بله، ما ببینید، تجربه 40 سال تجربه سیاسی من میگه که احزاب با هم نمیتونن کار مفیدی بکنن. برای اینکه احزاب به مجردی که جمع میشن دو تا اشکال اساسی دارن. یکی دعواهای باستانی خودتون رو داخل این گفتمان جدید میارن. یکی هم موقعی که میخوای رأی بگیری، هر حزبی میگه که من تعداد زیادی آدم دارم که شما اونو ندارید، رأی من باید بیشتر باشه. و مهمتر از اون، با شخصیتایی که وجود دارن احزاب میگن که حق رأی مال ماست، اینا چی میگن و نمیشه. ما به احزاب توصیه کردیم که نمایندگان داخل ما بفرستید، شما ازشون حمایت کنید. و خوشبختانه ما از اتنیک ایران، مثلا آقای مهتدی، مثلا آقای دکتر ضیاء سعدالاشرافی، مثلا آقای بلیدهی از بلوچ‌ها و عده
دیگری از بقیه خانم هایی که در اتنیک هستن وجود دارن. بله. مثلا آقای هوشنگ کردستانی از حزب ملت ایران. بله. در ما هستن آقای زعیم، آقای تبرزدی و اینا از داخل همکاری میکنن، آقای عیساخان حاتمی از جبهه ملی با ما همکاری میکنن و به همین ترتیب عده‌ای از کسانی که اسم عده زیادی از ملی مذهبی هایی که تحول خواهی رو که عده‌ای از اونها پیش میکشند قبول ندارند و گذار از جمهوری اسلامی رو قبول دارند با ما همکاری میکنند و مجموع اینا گنجینه بزرگی هستند که ما امیدوار میکنن که ارتباطمون روز به روز با ایران گسترده تر. بله، در این راه شما دشمنانی هم داشتید که من میبینم هر از گاهی تبلیغ میکنم، مثلا شما رو جدایی خواه مینامند. عجیب اینه که کسانی که در کشورهای فدرالی مثل آمریکا زندگی میکنن بعد از 30-40 سال زندگی در یک فدرال، این که یک نظام فدرال بیشتر میتونه تمامیت ارضی یک مملکت رو حفظ بکنه نفهمیدن. هنوز متاسفانه درک نکردن که وقتی برای اتنیک ایران سرنوشتی نباشه که بهش حکومت کنن و خودش بتونه بر خودش حکومت بکنه، به هیچ وجه انگیزه‌ای برای جدایی نداره. این انگیزه موقعی ایجاد میشه که شما اون رو از همه چیز محروم کنید، در مرکز بشینید و اون رو به عنوان شهروند درجه دو بدونید و پایه‌های تجزیه ایران رو همین مخالفین. بو علی سینا یک موقع گفت در دهر یکی چومن آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. من بیش از 40 ساله که برای جدایی ناپذیری ایران و اومدن یک جمهوری سکولار فعالیت کردم. کسانی که این اتهام رو میزنن یا ناآگاهن یا مغرضن. اگر ناآگاهن خب متاسفم براشون و اگر مغرضن که خب کینجو را بهانه بسیار است. کاری نمیشه که. بله، این نوع افراد ما تو این سالها داشتیم دیگه در ارتباط با احزاب مختلف. مثلا بعد بدونید که فقط در ارتباط با مشروطه طلبی و سلطنت طلبی در لس آنجلس طی 10 سال اول پس از انقلاب یه چیزی حدود 22-23 حزب به وجود آمد که الان هیچ اثری از اونها نیست. فقط به خاطر همین که اتهامات از همون روزهای اول نسبت به هم دیگه زده میشد. یک امر دیگه هم اینجا خیلی اهمیت داشت که همیشه اینا تعدادی فقط 5-6-10 نفره بودن که بعد منشعب میشد، میشدن 2 نفره، بعد اون 2 نفر هم هر کدوم جدا میشدن. بله، ببینید، خب هر چیزی که اسم حزب گذاشت که حزب نیست. اولا حزب از خارج از کشور که یک تقلیدی است، در حقیقت یک ماکت ساختن از یک چیزی است که باید در داخل کشور باشه. تا پایه اجتماعی وجود نداشته باشه، تا شما رابطه با پایه اجتماعی نداشته باشید، در حقیقت فعالین سیاسی هستن که با هم همکاری میکنن. شما اسم حزب میذارید، مضافن که اغلب این احزاب لس آنجلسی در حقیقت یک رهبر میخواستن. حزب جایی است که اعضای اون حقوق برابر دارن. رهبر فرهیخته و کاریزماتیک و اینا فقط در احزاب فاشیست و احزاب دستراستی وحشتناک معمولا احزاب باید انتخابات داشته باشند و شخصی رو که رأی اول میاره شخص اولشون باشه، نه اینکه این شخص داده دنبال کسی باشه که جای دیگری نشسته و به خاطر امتیاز وراثت مثلا میتواند رهبر اینا باشه. متاسفانه اغلب این احزاب از این قبیل بودن. احزاب جمهوری خواه ما هم دموکراسی داخلی درشون به این دلیل نبود که مثلا اغلب اینا رو میبینید که اون هیئت اصلیش بیش از 30 ساله که دست به دست میگرده و افراد جمع نخوردن. کرسی رو که دارن به هیچ وجه به جوانا و به دیگران ندادن. متاسفانه. خب متاسف، باید یواش یواش یاد گرفت و این فرهنگ دموکراتیک رو آموخت که اگر رأی نیاوردی باید خدمت کنی و اگر رأی آوردی هم باید خدمت کنی. نه اینکه اگر رأی نیاوردی انشاب کنی تا موقعی که رأی آوردی. فقط اون حزب فرهنگ ما از گذشته داشتیم دیگه. بله. متاسفانه این خصوصیات بوده، مثل اتحاد که اصلا تولیدش هنوز مشکل برای جامعه ایران. بله، واقعا یعنی هست دیگه. تمام وقت ما شاهد این هستیم که گروه های مختلف مشکل دارن برای اتحاد. متاسفانه این هست. و شما یه مقداری در این هم پیشرفت کردید، همینطور که من عرض کردم در طی ماهای گذشته. بله، ببینید، ما یک هیئت امنای ملی برای مذاکره
در جهت گذار میخواییم، برای اینکه ما به کشورهای خارجی به خصوص آمریکا میگیم که این نظام نماینده ملی ما نیست، نماینده با. منافع ملی ما نیست. مذاکره با اینها رو ما نه به رسمیت میشناسیم، نه نتایجش رو قبول داریم، نه ملت قبول داریم. ایرانی ها باید بتوانند یک هیئت امنای ملی تشکیل بدن که این هیئت امنای ملی هم مذاکره رو شروع کنه، برای اینکه وقتی آمریکا 40 سال در ایران نبوده و ما میخواییم که مجدداً بیاد و در ایران باشه و روابط خوب و معمولی داشته باشیم، بالاخره باید مذاکرات ایجاد بشه و مرحله به مرحله آماده کنه و بشه ترتیب باید تشکیل بشه. ما فکر میکنیم که باید سرمایه های اجتماعی رو که ما داریم و مردم قبول دارند اینها رو دور هم جمع کنیم و اینها رو معرفی بکنیم به مردم، و اگر تعادل قدرت به هم خورد مردم طی یک تظاهراتی پشتیبانی خودشون رو از اینا اعلام کنند. وقتی در یک تظاهرات میلیونی اعلام کردن نشون میده که به طور نسبی اینا همون هیئت امنایی هستند که ملت اینا رو قبول دارند، برای اینکه در حضور یک نظام توتالیتر که امکان انتخابات نیست. درسته. در دوران گذار در هیچ کشوری انتخابات نبوده، هیچ در آمریکا رهبران آمریکا که خودتون رو به رأی مردم نگذاشتن، و بنابراین در دورانی که یک دموکراسی ایجاد میشه الیت اون جامعه رسالت تاریخی اسم میکنه و سعی میکنه پایه های اجتماعی رو جذب کنه، پایه های اجتماعی به نوعی نشون بدن که طرفدار اینا. یکی از این راه ها تظاهراته. اگر ما در موقعی که این نظام قدرت خودش رو از دست میده اعتصابات و تظاهرات شروع میشه میلیونی، این هیئت امنا ظاهر بشه و بگه کسانی که طرفدار من هستن فلان روز به میدان بیان و تظاهرات کنن، اگر این تظاهرات شکل گرفت و اعتماد مردم رو نشون داد، قدرت های خارجی هم میفهمن که با کسانی دارن مذاکره میکنن که به اشاره اونها میلیون ها مردم تو خیابون میان و به اشاره اونها نخواهند آمد، بنابراین جدی میگیرن و این مذاکرات انجام میشه. این تنها راه ممکنه در حضور یک نظام توتالیته. خب هم من تشکیلش رو سوال کردم که این هیئت چگونه باید انتخاب بشن و به چه ترتیب بشن؟ از رجال و بانوان خوشنام در سطح ملی که سابقه بدی ندارن و حدس زده میشه که مردم اونها رو میتونن قبول کنن. بله، معرفی هم میشن و نتیجه میگیرید که شما چقدر مورد قبول مردم هستن. فقط از یک تظاهرات میشه این نتیجه گرفت، هیچ راه دیگه ای ندارد. تنها راه اینه که وقتی تعادل قدرت به هم خورد مردم در یک تظاهرات میلیونی از این هیئت امنای خودشون پشتیبانی کنند، این هیئت امنا مجوز پیدا میکنه که مذاکره کنه و منافع ملی رو نمایندگی کنه. برای اینکه ترس ما اینه که این نظام وقتی که قدرت رو از دست داد چوب حراج به همه ایران بزنه و هر شرط مذلتباری رو از خارجی ها قبول کنه برای اینکه بمانه. بنابراین ما موظفیم که جلوی اینو بگیریم، حداقل افشا کنیم، و موظفیم که به مردم بگیم یک انتخاب دیگری دارید و اون اینه که هیئت امنای ملی بر خودتون انتخاب کنه. آقای شریعت مدار، شما که انقدر پیشرفت کردید در بسیج بنیانهای مختلف در این شهر مخصوصا در اروپا، بفرمایید که چقدر شانس میدید شما به جمهوری اسلامی با این موقعیتی که الان داره، با این تحریم‌های شدیدی که بهش اعمال شده، بفرمایید چگونه میتونه طی ماه‌ها یا سال‌های آینده وضع تغییر پیدا کنه؟ بله ببینید، پیش‌بینی مشکله، من میدونم. بله ببینید، اولا چیزی به اسم نظام وجود نداره. اون چیزی که هست بی‌نظمی سرکوب کرده، کاوسیه که هنوز میتونه سرکوب کنه. بله میبینه آدم. بله درسته. بنابراین این یک مبالغه در لفظه که ما اسم اینو نظام بگذاریم. یک بی‌نظمی سرکوب کرده که متکی بر چند مافیای اقتصادی. برای اینکه این کار برای شما واضح بشه، شما در نظر بگیرید که در این اوضاع مالی ادعی میتونن مثلا یه 2000 ماشین گران قیمت رو قبل از اینکه دولت مجوزش رو چیز کرده باشه 2 ماه قبلش بیارن پشت مرزا دپو کنن و منتظر باشن که دولت مجوز بده.
یعنی اینا انقدر قدرت دارن که میدونن دولت حتما این کار رو باید بکنه، برای اینکه کسی که سرمایه بر 2000 ماشین صفر کیلومتر میگذاره تا 100% ندونه که دولت مجبور این کار رو بکنه این ریسک رو نمیکنه. بعد شما میبینید این کارم شد و این 2000 ماشین هم وارد مملکت شد و فروخته شد. پس نتیجه میگیرید که سیاست رو باندهای مافیایی تعیین میکنه، نه دولت، نه آقای خامنه ای، نه سپاه، بلکه باندهایی که در اونها از دولت و نهاد رهبری و سپاه و امام جمعه و همه هست و این باندها در حقیقت میخورند و میچاپن و میبرند و دعوای ایدئولوژیکی هم برخلاف اون که در ظاهر نشون میدن ندارند. منتها چون تعدادشون چند تاست، خب وقتی که رسورس ها کم شده، وقتی منابع محدود شد، خب اینا در این صدد برمیان که اون چیزی که اون یکی داره از دستش در بیارن، چون دیگه قبلا که پول زیاد بود هم میخوردن و هم به اون یکی میدادن که صداش در نیاد. حالا نه تنها نمیتونن بخورن، بلکه دندون طمع تیز میکنن به اون یکی، اون یکی هم به این یکی. بنابراین شما این پدیده رو میبینید که هرکی از اون یکی میگیره تو به دادگاه میکشونه به جرم فساد و در حقیقت به اون یکی سیگنال میده که اگر بخشی از ثروت تو به من ندی همه آدم های موثر تو میگیری. میتونم بله. و اون یکی باندم چون آدم داره اون یکی هم میتونه. حالا حدس من اینه که به تدریج اینا هر گنجی پاسبان میخواد، چون گنج ها پاسبان میخوان، اینا به تدریج خواهند رفت از بسیج و سپاه، از همین سردارا استخدام کنن بیارن که گنجشون رو حفظ کنه. این چند پارچگی موجود رو به چند پارچگی بسیار عمیق بر سر منافع مافیایی تبدیل میکنه. همین کاری که تو خیلی از کشورهای آمریکای لاتین شد و اسمش کریپتوکراسیه، یعنی دوسالاری. و این دوسالاری دستگاه سرکوب رو عقیم میکنه. الان هم که اینا ضعیف شدن، تا کنون نتونستن اجماعی بر سرکوب وسیع پیدا بکنن، برای اینکه هر گروهی طمع داره تو سپاه و این ور اون ور که اگر تعادل به هم خورد یا آقای خامنه ای فوت کرد بتونه از مردم یارگیری کنه و خودش رو به مردم نزدیک کنه، نمیخواد محبوبیتش از بین بره. الان باور کنید خیلی کسانی که ایمیل میزنن، چون من اعلام کردم که به ما بپیوندید با ما همکاری کنید، سیل کسانی که از داخل ایران با شهامت ایمیل میزنن و میخوان با ما همکاری کنن آغاز شده. قبلا حتی کسانی میومدن هامبورگ و جرأت دیدن من رو نداشتن. حالا همون ایرانی ها تبدیل به یلانی شدن که در ایران نشستن و هیچ ترسی از این نظام ندارن. در ارتباط با تایید دیدگاه شماست که مفسر انگلیسی چندی پیش نوشته بود که ایران رو یک گروه مافیایی میگردونه، یعنی مفسر خارجی. جالبه که فقط چقدر باید بگه که چند گروه مافیایی میگردونه. چند گروه مافیایی بله یا یک گروه، چون آدم تاکید نداشت، به هر حال گروه مافیایی میگردونه. چون به وضوح مفسرین شاهد این هستن که کشوری با یک چنین فسادی. و یکی از دلایل مهم عدم مذاکره با آمریکایی‌ها این هستش که اینا وضعیت فوق‌العاده لازم دارن تا باندهای مافیایی زندگی کنن. وضعیت که عادی شد، سپاه اقتدارش رو از دست میده. سپاه که اقتدارش رو از دست داد، سرکوب اقتدارش رو از دست میده. سرکوب که اقتدارش رو از دست داد، این مافیاها اقتدارش رو از دست میده. بنابراین باید وضعیت همیشه فوق‌العاده باشه و باید یه دشمن بیرونی تهدید کنه تا اینا بمونه. بله، طی این 40 سال خب دیدگاه ها همیشه در ارتباط با تغییر رژیم یا براندازی یا جابجایی رژیم متفاوت بوده، ولی خیلی ها معتقد بودن که اگر یک چنین موقعیتی پیش بیاد احیانا با خونریزی زیاد خواهد بود. این چیزیست که یه عده معتقد بودن که جابجایی رژیم به این سادگی نخواهد بود. در این مورد چی فکر میکنید شما؟ نه لزوما، عین این عقیده رو مردم شیلی داشتن موقعی که پینوشه خیلی قدر قدرت بود. شما دیدید که تو آلمان شرقی همینطور، روسیه همین بود. لزوما اینطور نیست. این نظام های اقتدارگرا به جایی میرسند که اعضایشون میشینن و حساب سود و زیان میکنن که آیا ادامه این نظام به نفع ماست یا
کنار آمدن با مردم. به همین دلیلی که مال خودشونو به خارج دارن منتقل میکنن و یک پارچه نمیمونن. بخشیشون شروع میکنن با اپوزیسیون مذاکره کردن که به ما چه تضمینی میدید اگر با شما همکاری کنیم. چیزی که در رژیم شاه پیش اومد. مگر در رژیم شاه اینطور نبود که بخشهای مهمی به انقلابیون پیوستن و سیگنال دادن که ما با شما این حساب ما رو جدا آقای مقدم توی سواک اون موقع یا کسان دیگه خب بودن دیگه همه میدونی. بنابراین این اینطور نیست که لزوماً این پیش خواهد اومد. البته در سیاست پیشبینی ممکن نیست. هر اتفاقی ممکنه. ما احتمالات رو بررسی میکنیم. احتمال سرکوب سراسری روز به روز کمتر میشه به خاطر اینکه در نظام دستجات مختلفی پیدا میشن که به این نظرن که دیگه امکان تداوم نظام در شکل فعلیش ممکن. به هر حال خیلی ممنون از وقتی که شما گذاشتید و درستیم آگاه بشیم از دیدگاه شما مخصوصا در ارتباط با فعالیت‌های اخیرتون. یک دنیا منم ممنونم. امیدوارم که بعد از معرفی شورای مدیریت گذار بتوانیم با سمت‌های رسمی که هیئت دبیران داره عده زیادی از ما با شما مصاحبه کنن. خیلی خوشحال میشم. معرفی کنید. خیلی در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.